عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرده که ارزش پول ملی کشور ظرف یک سال اخیر 21% رشد داشته. خود آقای همتی چند ماه قبل در آستانه سفر حسن روحانی به نیویورک گفته بود ارزش پول ملی ایران در یک سال 40% رشد داشته. آیا ارزش پول ملی ایران بیشتر شده؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. ارزش پول ملی راهی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور است، نمایه‌ای که در واردات، صادرات و قیمت کالاها اهمیت پیدا می‌کند. ارزش پول ملی با دو شاخص، یکی دارایی‌های بانک مرکزی و پشتوانه اسکناس‌های چاپ شده، دوم برابری با نرخ ارزهای خارجی سنجیده می‌شود. در ایران در وضعیتی که رشد اقتصادی اوضاع بسیار نامناسبی دارد و مشکلات اقتصادی گسترده به خاطر تحریم‌های آمریکا به وجود آمده، بانک مرکزی آمارهایی درباره رشد ارزش پول ملی می‌دهد. این آمارها از رشد 40% ارزش پول ملی تا رشد 21% آن که هر دو توسط رئیس بانک مرکزی ارائه شده به چه معناست؟ اساساً ارزش پول ملی ایران تا کجا قابل رصد کردن است در شرایطی که قیمت در بازار ارز به گفته بسیاری از کارشناسان به شکل مصنوعی کنترل می شود؟ در برنامه امروز دو میهمان داریم. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصاد از تهران با ماست و حجت قندی استاد اقتصاد دانشگاه واندربیلت از نشویل تنسی در آمریکا. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. من اول میخوام از آقای قندی خواهش بکنم، من خیلی تخصصم اقتصاد نیست، خیلی سعی کردم کوتاه و موجز و جامع از برداشتی که خودم کردم از اون چه که خوندم در مورد ارزش پول ملی این مقدمه رو بنویسم. اگر که شما لطف کنید برای من بفرمایید که آیا این برداشت صحیح هست و چه چیزهای چه مؤلفه‌ای میشه به این اضافه کرد؟ برداشت در من درست، ارزش پول ملی رو میشه با دو معیار سنجید، یکی اینکه در برابر ارزهای خارجی مثلا چجور نوسان میکنه، آیا قدرت خریدش رو حفظ میکنه یا نه، و یکی هم تورم داخلیه. یعنی شما اگه تورم مثلا 40% داشته باشید که تورمی هست که الان ایران تقریبا داریم، یعنی ارزش پول ملی شما در واقع 40% کاهش پیدا کرده در طول یک سال، ارزش اسمی پول ملی شما. این دوتا معیار هست، معیار دیگه ای من سراغ ندارم. بر چه اساسی آقای سلطانی فکر میکنید که آقای رئیس بانک مرکزی اصرار دارند که بگن ارزش پول ملی بیشتر شده ظرف یک سال گذشته؟ دو بار تا حالا این آمار رو دادن، گرچه در آمار خودشون هم تناقض دیده میشه، یک بار میگن 40%، یک بار میگن 20%. با سلام خدمت شما آقای قندی و بینندگان محترم، خدمتتون عرض کنم. ببینید، ما بایستی وقایع رو توی بازه تاریخی بلندتر ببینیم. تو این 10 سال اخیر ارزش پول ملی ایران کمتر از 1/11 شده و تو این فاصله قابل توجه است که فقط کشورهایی مثل سوریه یا ونزوئلا چنین تجربه‌ای رو داشتن. اینو باید متوجه باشیم، یعنی نباید بیایم یک مقطع خاصی رو گزینشی انتخاب بکنیم و بسنجیم. بنابراین این مسئله مهمیه. مسئله دیگه این است که اون نرخ تورمی هم که اعلام میشه با واقعیت ها فاصله قابل توجهی داره. ما جدیدن یک کار کردیم و نرخ تورم بر اساس دارایی ها محاسبه کردیم، یعنی بر اساس ترکیبی از ارز، طلا، مسکن، سهام و سکه طلا و پارامترهای دیگه. ما به یه عدد 110-120% برای سال 97 علاوه نرخ تورم رسیدیم. بنابراین من میخوام این توجه رو بدم که نرخ تورم در ایران در واقع بالای 100% است. صحیح. با توجه به اینکه نرخ تورم رو میفرمایید بالا است، به هر حال آماری که شما میدید حدود 100%، آمارهای دیگه هم به هر حال بالا است، حدود 50% بود همین چند وقت پیش صحبتش بود، آیا میشه باور کرد که ارزش پول ملی افزایش داشته ظرف یک سال گذشته آقای سلطانی؟ اصلا عرض کردم خدمتتون، ببینید ما یه پیکی رو ببینید، وقت در همه پیک های شوک ارزی ما یه موج داریم و یک صعود داریم و بعدش میرزه. این تو همه بازارها هست، وقتی که
شوک وارد میشه به سرعت میره بالا و برش میریزه. ما نمیتونیم نقطه پیک رو به عنوان مبدا بگیریم. ما قبل از نقطه پیک وارد مبدا بگیریم. این یه خطای آشکار هست. صحیح. پس بنابراین شما میفرمایید آقای در واقع رئیس بانک مرکزی ایران آقای همتی اومدن اوج قیمت دلار رو گرفتن، الان بر اساس اون میگن که خب پس قیمت الان چون قیمت دلار اومده پایین بنابراین ارزش پول ایران رفته بالا. این بله. این اصلا نه لحاظ اقتصادی نه لحاظ بازار این مقایسه درستی نیست. ما باید نسبت به 2 سال پیش بسنجیم، نسبت به 10 سال پیش بسنجیم، نسبت به 40 سال پیش بسنجیم. برای چی به نظر شما آقای قندی با این حساب، به حال آقای همتی هم آدمی نیست که از با اقتصاد بیگانه باشه، میدونه که این آمارها هم به هر حال توسط آدمهای مثل شما اقتصاددانهای دیگه دیده میشه، تحلیل میشه، فکر میکنید چرا این صحبت ها رو میکنه؟ چرا اصرار داره بگه که ارزش پول ملی رفته بالا، حالا با هر جور محاسبه‌ای که خودش ترجیح میده؟ مسئله سیاسیه، ولی به قول آقای سلطانی اصلا کاملا مشخصه که از نقطه پیک شروع کردن. یعنی یه نقطه پیکی بود که دلار رسید نزدیک 18-19 هزار تومان، از اونجا حالا رسیده به 11-12 هزار تومان. و از اون نقطه که نگاه بکنی ارزش پول ملی حالا هرچی هست افزایش پیدا کرده، ولی اگه توی یه محدوده بزرگتر نگاه کنی خیلی واضحه، برای همه واضحه. اصلا چیزی نیست که نیاز به آدم کارشناسی داشته باشه که متوجه بشه که یه ارزش پول ملی ایران در طول سالیان داره کم میشه. دلیل عمدهش، دلیل طولانی مدتش اینه که دولت دستش روی پرینتریه که داره پول چاپ میکنه، مدام داره دولت پول چاپ میکنه و از اون طریق داره هزینه‌های خودش رو میپردازه. اگه این واقعیت رو منکر بشیم دیگه اصلا یه چیز بدیهی اقتصادی تو تمام دنیاست. این نقطه شروع تورم اینه که دولت نمیتونه هزینه‌هاشو کنترل کنه و برای اینکه هزینه‌هاشو نمیتونه کنترل کنه از اون طرف هم راه‌های دیگه‌ای برای ایجاد درآمد نداره، انگشتش گذاشته روی پرینتر مدام داره پول چاپ میکنه. همین الان هم مشغولشن، همین الان که به اصطلاح مدعی هستن که ارزش پول ملی افزایش پیدا کرده، مشغول اینن که دارن در واقع پول چاپ میکنن، در واقع دارن نقدینگی در جامعه رو افزایش میدن. و این اگه 1 سال دیگه 2 سال دیگه 3 سال دیگه دوباره اثرش رو تو بازار ارز نذاره، 5 سال دیگه حتما میذاره. یعنی یه روند تاریخی که ما یه تورمی داریم مدام، بعد از یه مدتی یه دفعه یه شوک ارزی ایجاد میشه، یه شوک ارزی بعدی هم میاد، ارز میشه 40 هزار تومان. مدت 3 سال دیگه 3-4 سال دیگه و اون وقت خیلی سخته که مدعی بشیم که ارزش پول ملی رو حفظ کردیم. مثلا همزمان یک آمار دیگه ای رو باز رسانه ها در ایران کار کردن در مورد صندوق ذخیره ارزی، در واقع ذخایر ارزی ایران. میگن ذخایر ارزی ایران حدود 103 میلیارد دلار هست، قبلا حالا بیشتر بوده، توی مدت اخیر یه مقداری ازش کم شده، ولی اون مقدار هم نسبت به کل این مبلغ چندان بالا نیست. این ذخایر ارزی ایران آقای سلطانی چقدر اهمیت پیدا میکنه در کل این بحث؟ آیا این گفته که به هر حال شایع هست که از ذخایر ارزی به نوعی تزریق شده به بازار ارز برای کنترل بازار رو شما صحیح میبینید؟ خدمت رو عرض کنم که طبق اظهارات آقای همتی و طبق محاسباتی که ما کردیم، ذخایر ارزی ایران تا پایان خرداد ماه دست نخورده باقی مونده. البته ممکنه که تو این چند ماه استفاده بشه و البته بایستی هم استفاده بشه، چون که دولت درآمدهای ارزی نفتی نداره. در مورد صحبتهایی که آقای قندی فرمودن، من باید چند تا نکته توضیح بدم اگه اجازه بدید. یکیش این هست که دولت به گفته ای داره اینفلیشن تکس، مالیات تورمی میگیره، یعنی به افزایش نرخ ارز تو این 40 سال با قیمت ها و افزایش قیمت ها مرتبا داره مالیات تورمی میگیره. این یه مسئله است. دوما در مورد نقدینگی که ایشون فرمودن، اینو لازمه عرض کنم که توی این چند سال اخیر، یعنی تا پارسال، به منشأ تامین نقدینگی 2 تا عامل بوده. یک، استقراض بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی، تو افزایش پایه پولی از 5 خرده به 7 خرده. یعنی من منظورم اینه که تو این 5 سال بانک‌های خصوصی داشتن نقدینگی ایجاد می‌کردن. مسئله سوم که بایستی خیلی بهش توجه بشه، اقتصاد ایران اقتصاد آمریکا نیست، اقتصاد انگلستان نیست، یه اقتصاد مالی سالم نیست.
توجه داشته باشید که نیمی از نقدینگی که ما داریم طبق محاسبات ما معادل با سود سپرده ها، یعنی و از طرف دیگه نیمی از نقدینگی یعنی در حدود 900 هزار میلیارد تومان مشخصی است که کجاست، یعنی توسط مردم در بانک ها سپرده گذاری شده، عمدتا بانک های خصوصی. و خدمت رو عرض کنم از طرف دیگه به اون دارایی های غیر جاری یا بدهی های غیر قابل دریافت بانک ها، بستانکاری های غیر قابل دریافت بانک هاست. من منظورم نیست که نیمی از این نقدینگی وجود خارجی نداره. مسئله سوم که جدیداً ما تحقیق کردیم بهش رسیدیم، خیلی خوبه همه بدانند که نقدینگی در 5-6 سال اخیر از 30 استان کشور خارج شده، یعنی ما خروج سرمایه داریم از استانهای دیگه، یعنی 84% جمعیت ایران نقدینگی ندارن. من منظورم این است که این نقدینگی که قدر روش بحث میشه دست نهایتاً 5% جامعه است، یعنی به عبارتی من میتونم بگم اون چیزی که به عنوان غول نقدینگی به عنوان منشأ همه چیز معرفی میشه، این نقدینگی دست ائتلاف غالب است. من نمیخوام بحث سیاسی بکنم، دست صاحبان قدرت است. مردم نقدینگی ندارن که بخوان بریزن تو بازار. و این تاثیر داره آقای سلطانی، این که نقدینگی دست کی هست در اینکه قیمت ها تغییر بکنن و تورم بالا بره، آیا تأثیری میگذاره؟ قطعا به همین علت شما میبینید توی یک روند برنامه‌ریزی شده که ما دلایل و مستندات زیادی برای این داریم و قابل ارائه هست، میبینیم که نرخ ارز بالا میره میاد پایین، کنترل میشه. ببینید توی اقتصادی که 80% 90% درآمد ارزی حاصل فروش منابع هست، یعنی نفت، گاز، معادن و کالاهای با ارزش افزوده و کم ارزشی که از چیز به شما شاید جالب بدونید که کالای صادراتی ما که رتبه زیر 10 دارن تو دنیا عبارتن از خربوزه، خیار، هندوانه، پسته، فرش، متانول، اوره، خدمتتون عرض کنم که پلی اتیلن یعنی سنگ آهن و آهن خام. یعنی ما کماکان مانند 100 سال پیش یه اقتصاد متکی بر فروش ثروت ها داریم، اتفاق جدید توی ایران نیفتاده و بنابراین تو این اقتصاد خیلی از چیزها با اقتصادهای دیگه متفاوت هست. یعنی ما نمیتونیم با نگاهی که داریم از اقتصاد دنیا به اینجا نگاه کنیم، اینجا یه اقتصاد خاص بسیار چاز کنم تا حد زیادی فروپاشیده است. صحیح. آقای سلطان شما که صحبت میکنید، آقای قندی لبخند میزنن گاهی سر تکون. آقای قندی نظرتون چی هست راجع به این صحبت ها؟ فکر میکنید آقای سلطانی درست میفرمایند که نمیشه با اون در واقع اشل و متری که اقتصادهای بزرگ دنیا و اقتصادهای در واقع درست دنیا رو محاسبه میکنید با اقتصاد ایران هم طرف بشید؟ اقتصاد ایران درست کنید، اون قسمتی که مربوط به سیستم بانکی است، سیستم بانکی اگه درست کار نکنه اقتصاد درست کار نمیکنه. من تو این قسمتش موافقم. یعنی مثلا اقتصاد ایران آماده یه بانک خصوصی نبوده هیچ وقت، الان هم نیست. اینا رو باید جمع بکنن و سیستم بانکی رو درست بکنن، این شکی توش نیست. ولی این مانعی نمیشه که شما بگید آقا دولت نباید ماشین پرینتر پول باشه. من با آقای سلطانی مخالفم که نقدینگی به دست مردم نرسیده. یه روزی کارمند تو ایران تو دهه 60 3000 تومان حقوق میگرفت، الان 2 میلیون تومان حقوق میگیره. خب این نقدینگی که در دست کارمند میرسه یا بقیه، سیستم رو درست کنید. اصلا من این حرف درسته که علم اقتصاد درست نشده برای یه سیستمی که کاملا پاتی پاتیه، برای سیستم بانکی که درست کار نمیکنه. ولی میتونه همین الانم هم راهنمایی بکنه که آقا اگر شما نمیخواید ارز تو سالیان آینده یه شوک دوباره بهش بخوره، تورم رو کنترل بکنید و شوکای به قسمت ارزی اقتصادی که از طریق نفت وارد میشه به اقتصاد مملکت اونا رو کنترل بکنید. شما ارزیابیتون چی هست؟ به نظر شما تا الان چطور تونستن ظرف یک سال گذشته قیمت ارز رو از اون 18-20 تومانی که رسیده بود روی 10-11 تومن نگهش دارن؟ چه کار کردن قیمت دلار رو اینطوری نگه داشتن؟ آقای قندی اول شما بفرمایید، بعد نظر آقای سلطانی هم. من فکر میکنم که اگه نگاه بکنیم به اصطلاح تکنیکال نگاه بکنیم به قضیه ارز، هر دفعه که ما یه شوک ارزی داشتیم قیمت ارز 3 برابر شده تقریبا. شما یه ارز 100 تومان داشتید، یه دفعه 300 تومان شد، 300 تومان، 900 تومان شد، 1000 تومان شد، بعد 1000 تومان، 3000 تومان شد، بعد الان 4000 تومان شده، مثلا فکر کن 11 12 هزار تومان. از اون لحاظ که نگاه بکنید به قول خارجی کاملا میک سنس میکنه که این 11 12 هزار تومان جاییه که شاید بعد ارز باشه. از نظر اقتصادی پیش بینی قیمت ارز کار خطرناکیه.
بعد اجازه بدی که بازار این کارو بکنه. مثلا توی آمریکا کسی پیش بینی قیمت دلار در مقابل یورو رو نمیکنه، اگه شما بتونی اون پیش بینی رو بکنی، خب میری تو بازار، فعال بازاری میشی و روش کاسبی میکنی. یعنی آدم اقتصاددان پیش بینی قیمت ارز نمیکنه، ولی من فکر میکنم که این قیمت 12000 تومان به خاطر اینه که بالاخره کشور میتونه یه چیزایی صادر بکنه، از اون طرف یه مقدار ذخیره ارزی داشتن که احتمالاً یه مقدارش به صورت نقدی وارد کشور کردن، اونا رو دارن وارد سیستم میکنن و امیدوارم در این همین سطوح بمونه. احتمالی که بیاد پایین‌تر خیلی خیلی ضعیفه، ولی امیدوارم در این همین سطوح بمونه که به خاطری که مملکت واقعاً تمام تحمل شوک ارزی دیگر نداره. آیا سلطان نظر شما چیه؟ شما فکر میکنید چطور تونستن؟ اول اینکه من با صحبتی که آقای قندی کردن کاملا موافقم. مهمترین راهکار نجات اقتصادیان این که کلن بانکای خصوصی رو ببندن، چون واقعا داستان خیلی مخرب بوده. و در ایران میگم ببینید، من یه مثال ساده میزنم برای که آقای قندی هم متوجه هستند که من چی خواهم گفت. این هم این است که ما در دو سال گذشته دارایی های سرمایه‌ای، حالا هم از ارز، مسکن، سهام، طلا و سکه طلا و چیزهای دیگه بین 3 تا 3.5 برابر و حتی 4 برابر بعضی موارد بالا رفته. خب در این دو سال، در این توی بازی دو سال که تا آخر مهر ماه رو ما محاسبه کردیم، درآمد خانوارها که میتونن مصرف کنن به طور میانگین با توجه به محاسبات مختلفی که انجام دیم ورسیم 30 تا 40% بالا رفته. دقت کنید مواد غذایی 2 برابر شده. جامعه اقتصادی ایران آمران اصلا توان مصرف دلار 12000 تومان ندارن. به عنوان مثال بنده که اینجا خدمت شما نشستم نمیتونم هیچ دستگاه خارجی رو بخرم. یک استاد فول پروفسور که اسمشون نمیخوام از دوستانم، لپتاپشون رو میدوزن، ایشون هنوز نتونست لپتاپ بخره. یعنی عامه مردم نمیتونن این دلار رو مصرف کنن چون متناسب با اون دستمزدها یا درآمدها بالا نرفته. ما دوچار یک وضعیت وحشتناک شدیم و من همینجا خدمت شما عرض میکنم که ادامه این روند قیمت بالای دلار منجر و به قفل شوندگی اقتصاد جان خواهد شد. یعنی شما در این چند ماه آینده خواهید دید که چه بحران‌هایی سر برخواهد آورد. ممکنه مقدار بیشتر توضیح بدی؟ شما میگید بانک خصوصی بسته بشه، ولی موزل بانکی در ایران مربوط به بانک‌های خصوصی نبوده. بسیار مثلا بانک‌های دولتی هم بسیار مقروض هستن، مشکلات عمده دارن. یعنی چطور واقعا فقط فکر میکنید با بستن بانک‌های خصوصی میشه این مشکل رو حل کرد؟ خدمت واسه که ما یه اقتصاد آزاد نیستیم، ما یه اقتصاد شفاف نیستیم. ما هیچ کدوم از پیش ساختارها و نهادهای لازم برای اینکه بتونیم توی این اقتصاد یک کارهایی رو بکنیم همونطور که آقای قندی گفتن نداریم. ببینید خیلی ساده بگم، آقای قندی فرمودند، من اینو کاملتر میکنم، در دهه‌های 60 و 70 و حدود 80 دولت دست میکرد تو جیب بانک‌ها یا بانک مرکزی، خب، و پول چاپ میکرد یا برداشت میکرد. الان مسئله اینه که علاوه بر دولت، بانک های خصوصی هم دارن پول چاپ میکنن و دارن دست میکنن توی جیب بانک مرکزی. یعنی ما با دو تا عامل رو برو هستیم، یعنی دولت و بدتر از دولت پول چاپ میکنن. در واقع همین، در واقع پول چک ها منظورتون؟ نه پول رسمی که بانک های وقتی که بانک ها از بانک مرکزی استقراض میکنن، بدهیشون به بانک مرکزی میره بالا، پایه پولی میره بالا. پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده نقدینگی میشه نقدینگی. بانک ها میزان استقراضشون، بانک های خصوصی از بانک مرکزی، تو این 5-6 سال اخیر 10 برابر شده. ضریب فزاینده هم 40% رفته بالا. یعنی به عبارت اینها دارن پول چاپ کردن و ماشین چاپ و پول دست بانک ها بوده، عمدتا خصوصی. بنابراین ما به جدا از دولت که دست تو جیب بانک مرکزی و پول سازی میکرده، بانک‌های خصوصی هم دارن این کار میکنن. خب وقتی یه سیستم اینقدر، و مسئله بسیار مهمی که میخوام بهتون عرض کنم، وقتم نیست، دو تا مسئله است. یکی این که بانک‌های خصوصی با ورود به بازار زمین و ساختمان تو دهه 80، همون اتفاقی که توی اقتصاد آمریکا رخ داد و اون بحران 2007-2008 تو اقتصادیان به پیش آوردن. منتها دولت ایران در سال 92 کاری که کرد این بود که اجازه داد اینها
پول چاپ کنن، دست کنن تو جیب بانک مرکزی که بتونن ادامه بدن، نیامد قضیه رو اصلاح کنند. این یک. دوم این است که بانک‌های خصوصی با بهره‌های بالایی که میدن مانع از این میشن که اقتصاد درست کار کنه، مانع از این میشن که بخش خصوصی درست کار کنه. یعنی ما با یه مسئله چندبعدی روبرو هستیم، مسئله چاپ پول است و مسئله فساد. من یه چیز جالب برای شما عرض کنم، این است که ما یه بررسی کردیم، یه مطالعات خیلی مفصلی کردیم ببینیم چه رخ داده. خیلی جالب است بدانید که در اسفند ماه سال 1396، یعنی قبل از این شوک ارزی، 70,000 میلیارد تومان که چندین برابر سال قبله توی اسفند ماه بانک‌های خصوصی به یک گروه خاصی توی تهران تسهیلات میدن، همزمان با همین زمانی که شما میگید صحبت این هست که نرخ ارز. بله صحبت این هست که همون موقع 30 میلیارد هم از مملکت خارج شد، 30 میلیارد دلار از مملکت خارج. و الان جالبه که در مهر ماه این تسویه میشه. این پول از کجا میاد؟ توی همون اسفند ماه بانک‌های خصوصی با بالا بردن نرخ بهره از استان‌ها جمع میکنن، میان میدن به گروه‌های خاص. 70,000 میلیارد تومان معادل با 15 تا 20 میلیارد دلار پول هست. بله. یعنی بانک‌های خصوصی این 70,000 میلیارد تومانی که به گروه‌های خاصی دادن، که بنده حتی درخواست کردم بازرسی ورود کنه به مسئله که چه اتفاقی افتاده، که و این ارز خریده شده، حتما سکه خریده شده، و این ارز توی اوج 18,000 تومان 17,000 تومان فروخته شده و بعدش تسویه شده، 200,000 میلیارد تومان پول برداشت شده. ببینید این اتفاقات داره میفته. آقای قدیس، تصویری که آقای سلطانی به ما میدن، گرچه که این اطلاعات جدیدی است، ولی کل تصویر تصویری هست که تصویر تکراری هست. به هر حال وجود فساد، اتفاقات این چنینی در بازار و در واقع اقتصاد ایران قبلا هم شنیده شده. اما مسئولان در ایران، به خصوص مثلا مسئولان خارجی، دائم در مورد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران صحبت میکنن. وقتی من صحبت‌های شما آقایون رو گوش میدم، به نظرم میاد که یه بخشی از این اصلا ربطی به اون تحریم‌ها میتونه نداشته باشه، یه بخشی مربوط هست به یک سری مسائل داخلی. به نظر شما تا کجا وضعیت تحریمی باعث این موزلی شده که الان ایران باهاش دست به گریبان؟ این اصل مسئله واضحه، یعنی از هر کس بپرسیم میدونه، اینه که الان ما تو شرایط تحریمی هستیم و تحریم علت العلل مشکلات کوتاه مدت ایران. الان یه مشکلات دراز مدتی داشته، مثل این که نقدینگی رو نمیتونستن کنترل بکنن به خاطر اون نرخ ارز اینطوری هی میپریده بالا و اینا، ولی الان واضحه که اگر شرایط ایران تحریمی نبود، خب وضعیت اقتصادی بهتر بود. ایران میتونست نفت بفروشه و از فروش این نفت میتونستن مثلا یه مقداری از نقدینگی رو تو بازار جمع بکنن، هزینه‌های دولت رو بدن. الان نمیدونن از کجا هزینه‌های دولت رو بدن. واضحه که یه مقدار علت العلل تمام مشکلاتش کوتاه مدت الان اقتصادی ایران تحریمه. چیز دیگه آقای قندی، بحثی که الان مقام‌های ایران ظرف یک سال اخیر به خصوص میکنن، میگن ما وضع رو کنترل کردیم. فکر میکنم صحبت‌های آقای همتی هم باز ناظر بر همین موضوعه که ما با علارغم تحریم‌ها وضع رو کنترل کردیم، اقتصاد الان در یک وضع ثباتی قرار گرفته. به نظر شما این درست ثباتی که الان هست، این ثبات تو نقطه یکی شما راضی ازش هستید؟ فرض کنیم مثلا ثباتی باشه، قدرت خرید داخلی مملکت نسبت به چند سال پیش خب کاهش پیدا کرده، این چیز واضحیه. من منظورم اینه که تحریم باید یه جوری مسئلهش حل بشه. اگه حل نشه، اقتصاد ایران راهی برای جلو رفتن نداره. نه ایران، هیچ کشوری. شما بریتانیا رو نگاه کنید، الان فقط مسئله برگزیت اومده بالا، به اقتصاد بریتانیا داره آسیب، به قدرت خرید مردم در بریتانیا داره آسیب میرسونه. یعنی این نیست که شما فکر میکنید یه قدرت اقتصادی مثل انگلستان که با این همه قدرت علمی و تکنولوژی نمیتونه دور خودش دیوار بکشه، اونم دیوار خیلی کوتاه‌تر از دیوار تحریم ماست. بله. اصلا اگر شما راضی هستید به این سطح رفاه مملکت و میتونید کنترل کنید فبها، اون مسئله دیگه است. ولی از نظر اقتصادی اگه میخواید بالاخره کشور ایران رشد بکنه و توسعه پیدا بکنه و قدرت خرید مملکت خیلی بیشتر بشه، قدرت خرید خانواده‌ها بیشتر بشه، مسئله تحریم باید حل بشه یه جوری. من مطمئنم که تو گوشه ذهن خیلی ها هست، حالا میگن حالا وقتش نیست، من نمیدونم که وقتشه، ولی اون واقعا ولی اگر تحریم هم حل بشه، ایران یک شبه کره نمیشه. خیلی از مسائل بانکای خصوصی باید حل بشه، مسئله نقدینگی باید حل بشه، مسئله تورم باید حل بشه، مسئله روابط دراز مدت با خارج از کشور باید حل بشه. اینا باید حل بشه، یعنی
با حل اونم ما نمی‌رسیم یه شبه بندی فاضله، ولی با تحریم قطعاً سطح رفاه مملکت چیز مثبتی نخواهد داشت، روند مثبتی نخواهد داشت، روندش منفی خواهد بود. این چیز واضحی است. آقای سلطانی خیلی کوتاه، حدود 30-40 ثانیه بیشتر وقت نداریم. به نظر شما اگر دولت ایران بخواد فارغ از مسئله تحریم ها مسائل اقتصادیش رو حل بکنه، اولویتش کدوم هاست؟ من خلاص سال 93 ما یه سری مطالعات کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مشکلات اقتصادی ایران بعد از اون تحریم‌های اون موقع بیشتر به خاطر عملکرد دولت و اون ساختارهای پر اشتباهی که آقای قندی فرمودن. الان هم خدمت رو عرض میکنم، به نظر من 60% مشکل مشکل ساختار و مشکل اقتصاد ایران، مشکل اقتصاد رانتی خصولتی ایران هست. میدونید این منظور من اینه و قطعاً ما رابطه با دنیا رو نیاز داریم، یعنی ما نمیتونیم دورمون دیوار بکشیم. و این هم میخوام خدمتتون عرض کنم که همین رانتی خصولتی ها بزرگترین منفعت بران از این درهای بستن، چون ما اگه با دنیا ارتباط داشته باشیم کجا توی ایران میتونه پراید تولید بشه، کجا میتونن این پتروشیمی ها و فولادی ها و این بانک های خصوصی اینجور تاخت و تاز کنند. اینها بزرگترین مخالف ارتباط با دنیا هستن. این اشتباه نشه، اینا شعار میدن که ما میخوایم با دنیا ارتباط برقرار کنیم، ولی همه این شعارها غیر واقعی هست. متشکرم آقای سلطانی. آقای سلطانی، آقای قندی، ممنونم که در این بحث شرکت کردیم و ممنون از شما که با صفحه 2 همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما و سایت یوتیوب ببینید، همینطور میتونید صدای برنامه رو به شکل پادکست روی تلگرام و اپلیکیشن پادکست گوش کنید. برنامه بعدی روز پنجشنبه. شب روزتون خوش.